این دنیا به هیچ کس وفا نکرده، برای تو هم نمیمونه. پس آزارت به کسی دیگری به هیچ کس نرسه، ستمتو به کسی نرسه، که بزرگترین نامه‌ای که یک فرمانروا رو عزل میکنه ستم کردنشه. چون این گفت نوشیروان قبا، که چون شاه را سر به پیچت زدا، کنن چرخ منشور او را سیاه، ستاره نخواند ورا نیز شاه. ستم نامه عزل شاهان بود، چون درد دل بیگناهان بود. ما متعلق چنین فرهنگی هستیم که همش دار مهربانی داره. ای که در تاج همیشه نصیحت میکنه، ای که در تاج نگین داری رو، تا به که تاج نگین خواهد ماند؟ ملک هستی همه طی خواهد شد، نه زمان و نه زمین خواهد ماند. تا ترالی به جهان نیکی کن، که جهان با تو همین خواهد ماند. آنچه که باقی ممانه این نیکی توست، این فرمان روای تو میگذره. این درس بوده، این درسی بوده که فرهنگ ما به همه، به همه فرمان روایان در طول تاریخ، فرمان روایان جهان در طول تاریخ داده و میدهد. چون بنشست بر جایگاه مهی، چنین گفت بر تخت شاهنشهی، به فرمان یزدان پیروزگر، به داد و دهش تنگ بسته کمر. به همین خاطره که میبینیم سعدی این قصه تایش میکنه به نقل از اوستادان: یاد دارم که شاهان عجم، که کیخسرو و جمز سوز سینه فریاد خواهان، چنان پرهیز کردندی که از سم، آنچنان از سوز سینه و از درد و اندوه و رنج دیدگان پرهیز میکردن که از سم پرهیز میکردن. این فرهنگی که شون جایگاه ده، در این فرهنگ حتی خدا هم مهربان و مهربان آفرین، مهرآفرینه. اصلا دوستی و عشق او بزرگترین ولیعصد برای انسان. این عشق فقط عشق بین خود خالق و مخلوق نیست. اگر عشق خالق و مخلوق باشه، عشق به خلق هم هست. به جهان خوردم از آنم که جهان خوردم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. پس این ارتباط چهره خداوند در فرهنگ ما نگار، دوست، محبوب و معشوق، و خیلی راحت باش سخن میگه با معشوق خودش. حاطفی از گوشه میخواده دوش، گفت ببخشم گنه می بنوش، لطف الهی بکند کار خویش، مژده رحمت برساند سروش. عفو خدا بیشتر از جرم ماست، نقطه سربسته چه دادیم خموش. گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود، هرگز من از این سخن حراسم نفزود. آنجا که تویی عذاب نبود آنجا، آنجا که تو نیستی کجا خواهد بود؟ تو گفتی عذاب میدی، ما که میدونیم بنده خودتو این کار نکنیم. همونطور که مادری ممکنه فرزند خودش رو تحقیل میکنه و از دل در نیاد، این گونه به خدا نگاه میکنن. خدایی که کاملا مهرورزانه با انسان برخورد میکنه. میگن ابو الحسن خرمانی در نماز بود، ندای آمد که ای ابو الحسن، میخوای آنچه که از تو میدانیم بگوییم تا همه خلایق تو رو سنگسار کنن؟ او هم رو کرد به خدا، گفت خدای آنچه که از کرم و بخشش تو میدونم، آیا میخوای اینا رو من به بشر و به همه آدم ها بگم تا هیچ کی دیگه تو عبادت نکنه؟ جوابش دادن که ما با تو کاری نداریم، تو هم با ما کاری نداشته باش. میل آن داری که بنمایم به خلق، آنچه پنهان داریم در زیر در، تا خلایق قصد آزادت کنن، سنگساران بر سر دارت کنن. گفت یارب میل آن داری تو هم، شمه ای از لطف تو سازم رقم، تا خلایق از عبادت کم کنن، از نماز و روزه و حج من کنن. پاسخش دادن ای شیخ زمان، نیز ما و نیز تو رو دم بزن. چهره خدا در فرهنگ ما اینگونه ترسیم میشه، اینه که دوست نگار محبوب و معشوق و خیلی راحت میتوان باهش سخن گفت و بگیم تخفیف من از آتش دوزخ کم کن، تا با تو بودم از آتشم باکی نیست. من وقتی با تو هستم دیگه عاشقان را گرد در آتش میپسم، در لطف تو تن چشمم گرم نظر در چشمه کوثر کنم. وقتی لطف تو ما را در آتش بگیر اهل و بکنه، آتشم برای ما گلستان خواهد شد. چون این نگاهیست. پس وقتی که این اندیشه برای خداست، برای خلق خدا هم چنین است. داد و دهش رکن اول فرهنگ ماست. هیچ ملتی به اندازه این که ما از داد و دهش سخن گفتیم، از بخشندگی و از گشاده دستی سخن گفتیم، هیچ ملت دیگری نگفته، هیچ فرهنگ دیگری نگفته، هیچ ادبیات دیگری نگفته. من این رو از روی احساسات ملی و هیجان میهندوسی نمیگویم، با پژوهش میگویم. اینو بزرگان ادب جهان گفتن، هیچ ملتی به اندازه ما از داد و دهش سخن نگفته. رمز داره. داد و دهش در فرهنگ ما همیشه با دانایی و خردورزی همراه بوده. ستون خرد داد و بخشایش است، در بخشش اون را چه آسایش است. ستون خرد داد و بخشایشه. آنی که خردمند
آنی که داناست داد و دهش میکنه. چون بخشنده باشی گرامی شوی، به دانایی و داد نامی شوی. اگر بخشنده باشی گرامی خواهی شد. در فرهنگ ما بخشیدن پیش از خوردن و استفاده کردن بهره‌گیری خوده. اول بخشیدنه، ببخش و بخور. آنچه آید فراز ز تاج و ز ننگ سپنجی مناز. مکن گرد درد و دل بارتن، ببخش و بخور پند بشنو ز من. به داد و دهش گیتی آباد دار، دل زیر دستان خود شاد دار. در فرهنگ ما میگه اگر خدا میخوای یاری بکنه حتما داد و دهش کن، حتما غم و رنج دیگران رو بکن، اندوه دیگران رو بکن. چو خواهید یزدان بود یارتان، کند رو کند روشن این تیر بازارتان. بپوشید تا رنج ها کم کم کنید، دل همگنان شاد و خرم کنید. به داد و دهش دل توانگر کنید، با آزادگی بر سر افسر کنید. جز از نیکنامی و فرهنگ و داد ز کردار گیتی نگیرید یاد. داد و دهش کردن، فرهنگ، دادگری همه با هم در آمیخته است. به هر را به هر جایگاهی که هستی باید این داد و دهش رو داشته باشی. همچه خورشید به ذرات جهان قسمت کن، گر نصیب تو ز گردون همه یک نان باشد. حتی اگر یک نان داشته باشی، این داد و دهش کردن به داشتن نیست. به اینه که در هر جایگاهی هستی فرهنگ داد و دهش در تو جا میفته. این فرهنگ باید روان باشه، باید جامعه موجب حرکت و جنبش بشه. به همین خاطر بخشیدن و داد و دهش کردن هیچ مرز نداره. در فرهنگ ایران داد و دهش کردن دیگه نه مرز نژادی داره، نه مرز ملی داره، نه مرز دینی و مذهبی داره. مرزش جغرافیای انسانی است. مرزش جغرافیای انسانی است. هیچ مرزی برای اون متصدر نیست. آسمان شو، ابر شو، باران ببار. ناودان بارش کند ناوید به کار. آب باران باب سرنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. باید چون باران ابر بهاری در سر همه یکسان داریم. به همین خاطر میگیم به هر جایگه یار درویش باش. نمیگه یه گده خاصی، به هر جایگه یار درویش باش. هر کی میخواد باشه، هر نژادی که داره. غمگساری انسان اساس اندیشه ایرانی است. همه مردمی باید و راستی، نباید بدادن در اون کاستی. بیازاری و مردمی بهتر است، تو را کردگار جهان یاور است. به نزد کهان و به نزد مهان، به آزار نوری نیرزد جهان. کنون گوش دل سوی درویش دار، غم کار او چون غم خویش دار. دگر کودکانی که بی مادرند، زنانی که بی شوی و بی چادرند. بر ایشان ببخشید همه خواسته، برافروز جان روان کاسته. هیچ فرهنگی به این اندازه وارد این ظرایف و وارد این نکته ها نمیشه. و نکته که پایانی که گفتیم مرز نداره، بود یک حکایت یادم اومد از سعدی. میگه ابراهیم خلیل روزی یه پیرمرد رنجور و بیماری رو پیدا کرد، اینو برد به خانه خودش، تیمارداری کرد، بهش غذا داد و رسیدگی کرد به احوالش. روز بعد متوجه شد که او گبره، کافره، مسلمان نیست. اون از خانه خودش بیرون کرد. ندا از خدا آمد، منش داده صد سال روزی و جان. تو را نفرت آمد از اون یک زمان؟ گر او میبرد پیش آتش سجود، چون تو واپس چرا مینهی دست جود؟ زمانی که هیچ موقع ایرانی ها آتش رو نمیپرستیدن، حالا نقطه هست که فضل افته بوده هاشیه گفتن در اینجا، همیشه خدا یگانه رو میپرستیدن. اما در این حال الان شاهد این نگاه رو داره. گر او میبرد پیش آتش سجود، تو واپس چرا مینهی دست جود؟ بایزید بسطامی رو ببینیم که یک شب تا صبح وقتی میره همسایه زرتشتی و کودکش در تاریکی است و چراغی ندارن، تا صبح دستش چراغ خودش رو و شمع خودش رو در خانه، بدون اینکه اونها بفهمن، چراغ و شمع خودش رو در خانه اون زرتشتی میگیره تا اون بهره‌مند بشه و فرزندش گریه نکنه. این فرهنگ ما ایناست. مغز نداره. به ایثار مردان سبق مردن، نه شب زنده داران دل مردن. کرامت جوانمردی و ناندهی است. این نقطه خیلی هست، خیلی مهمه. کرامت جوانمردی و ناندهی است. مقالات بیهوده حرف بیهوده زدن، مقالات بیهوده طبل توریست. این نشان دهنده فرهنگ ماست که همه مهربانی ها درش جمع شده. من وقتتون رو گرفتم، وقت من به پایان رسیده. سپاس بیکران از همراهی شما.